سلام، به ویدیو دیگه خیلی خیلی خوش اومدید بچه‌ها. همین الان خیلی خیلی سریع بریم سراغ اصل مطلب، یه نفت و افرنگ که نوه جهان در حال حاضر تو تاپ لدر. او مای گاد، او مای گاد، محمد لایت، او مای گاد. دوستان قبل از هر چیز لطفا لایک ویدیو رو فراموش نکنید، یه کامنت هم بر من بذارید. دوستان از اول ویدیو مشخصه که چه ویدیویی قرار با هم دیگه ببینیم. دوستان مطمئن باشید یکی از بهترین ویدیوهای چنل امین امروز خواهید دید، از این ویدیوی خارق العاده که همین اول کارش یه نفت داد در برابر محمد لایت تو رنگ 9 دنیا. و باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. دوستان الان یه نفت داد رنگ 9 دنیا بود و مطمئنن خب محمد لایت هم توی همین رنگ هاست. باید ببینیم که نشجاشی میشه. ترکیبا خب یه داره با ترکیب خیلی خیلی سریع و فستی که داره بازی میکنه و تا جایی که یه بازی بکنه ما ریاکتو بهش میریم و امیدوارم که تا انتها همراه من باشید. خب اینو یه ضربه رو گست میزنه، گست یک ضربه. به 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 بچه، به نظرتون کی میبره این بچه؟ من میگم ین میبره این بچه رو و باید ببینیم که از نشه چی میشه. ولی نظر من اینه که ین این بچه رو میبره. دفعه قبلی که به هم یه خورده بودن اتفاقا توی 3-4 روز پیش که ویدیو گذاشتم راجع به محمد لایت و این هفته دو همون موقع بود که به هم دیگه خورده بودن، اون مچاپ رو محمد لایت تونست ببره در برابر یه هفته دو. ببینیم این دفعه چه اتفاقی میفته. ترکیبا بیس شبیه به همه، هر دو از ماینر دارن استفاده میکنن و یه جورای شبیه به همه واقعا ترکیبا. ماینری که کلی ضرر وارد کرد واقعا بچه، وقتی شارژ دگر دچز از بین میره و فقط میمونه اون ضربات تک تکی که وارد میکنه، واقعا شبیه یه موش میشه، هیچ کار خاصی انجام نمیده، انقدر که ضعیف میشه. میگم اون شارژش ازش بتونی بگیری حالا با آیس گالم یا همطور که داریم مشاهده میکنیم یه نفت و دفت، نقشش اینه که با آیس گالم ضربات همین هم کار انجام داد، ضربات محکم و بزرگه دگر دچز رو جلوشو بگیره و بعد ماینر رو بزنه زمانی که کانکت شده به آیس گالم، دگر دچز منظورمه. و بهترین روش برای دمیج دادن به یه همچین تاوری همینه. اوایل فکر میکردیم که آقا ماینر قراره که با 3-4 ضربه کلن کارش تموم بشه جلوی یه همچین تاوری، ولی خب میبینیم که راه و روشش رو خیلی یاد گرفتن، همین یه نفت و دفت داره با همین روش کارو در میاره. دوستان آیس گالم بعدی مطمئنن ماینر رو خواهد زد. بعد ببینیم اینجا چی میشه. اسکلت ایولوشن، اسکلت ایولوشن، سمت راست نگاه بکنید، سمت راست رو نگاه بکنید، چقدر عالی، چقدر فوق‌العاده داره عمل میکنه. یه نفت و دو هفت وارد اوورتایم شدیم دوستان، وارد بخش مهم ماجرا. و گفتم بچه بیس اصلی هر دو ترکیب یکیه، دارن با ترکیبای مشابه تقریبا بازی میکنن، اگر مشابه تقریبا 50-60% مشابه هم هستن. ماینر پویزن بیس اصلی هر دو ترکیبه. او مای گاد، سمت راست رو مشاهده بکنید، شانسی میار آیس گالم رو انداخت و تمام و تمام مچاپ اول، یه نفت و دو هفت. محمد لایتو موچشو میخوابونه، یه مچاپ فوق العاده استثنایی توی تاپ 9 دنیا. و باید ببینیم که یه نفت و دو هفت خیز برداشته بر رنکی که دنیا یا خیر، الان رفت رو 8 با یه برد یه رنگ در واقع اضافه شد بهش. خیلی جالبه برای من، من حدس می‌زدم که مثلا با این پیروزی احتمالی رنگش مثلا بیاد روی 5-6 اینا قرار بگیری کمه کمش، ولی خب دیدیم که فقط یه دونه رنگش افزایش پیدا کرد. بعد ادامه کار رو با یه نفت و دفت باشیم، همراه من باشید دوستان. قراره یکی از بهترین ویدیوهای این چنل رو ببینیم با هم. خب دوستان یه نفت و دفت دست بردار نیست، رنگ 8 دنیا بلافاصله بعد از اینکه محمد لایتو شکست داد الان به راگون میخوره. خیلی ها میگن که این راگونه، چون من خیلی وقت میدونید که توی تاپ لدر بازی نمی کنم و اسمای جدید این دوستان رو واقعا نمیدونم، ممکنه راگون باشه، ممکنه هر کس دیگه ای باشه. به هر حال من میگم این راگونه، چون خودم تو تاپ لدر نیستم مطمئن نیستم راجع به این موضوع. او مای گاد، 3 ضربه از آرچر کوین وارد میشه. واو بچه، جدال اکسپو در برابر ماینر پویزن، خدای ماینر پویزن این 77 و در مقابلش راگون خدای اکسپو.
اوکی دوستان، وارد یک دقیقه آخر بازی شدیم. ماینری که ضرباتش وارد میشه، بله اکسپو چه موقعی زد، وای اکسیر نداره دوستان، آیسکاده میاد، اوکی آخ 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 اگه آرچر کوین ضرباتش به تاور وارد میشد به جای نایت الان تا کار تموم شده بود، احتمالش وجود داشت واقعا. اوه 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 راکت زدن ها رو شروع کرد بچه ها، کار به شدت سخت داره پیش میره، به شدت سخت. ماینر که بیشتر از دو ضربه نتونست وارد بکنه، تاور سمت راست رو خوب تونسته دمیج بگیره، ولی بچه ها حریف هم اکسپو داره هم راکت که کارو واقعا سخت میکنه، واقعا سخت میکنه بچه ها. اوه 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 بچه ها اینجا رو نگاه بکنید، زپه بلوشه نایس کاله، وای من وای من بچه ها چقدر داره حساس و شگفت انگیز پیش میره این بازی. اکسپوی که از بین نرفت، پشموم از بین نرفت، زپو میزنه و خیلی داره سخت پیش میره، خیلی داره سخت میشه برای این 77. این بتل از اون بتل هاست که ثانیه های آخر بازی برنده رو در واقع تعیین میکنه، مطمئن باشید. وارد یک دقیقه و 30 ثانیه آخر بازی شدیم، بسیار شگفت انگیز داره پیش میره این مچ. میبینیم دیگه، وای اکسپو دوباره گرفت تاور عراض، باورم نمیشه بچه ها. راکت حریف خیلی داره چرچ بازی میکنه، اگه توجه کرده باشید فقط داره این داره تمام تلاشش رو میکنه که راکت ها رو برسونه به تاور. این یه گیم پلی چرکه بچه، واقعا گیم پلی خوب نیست، چرکه چرکه. ماینر پویزن زده میشه دوستان اینجا، آها همینه آرچر کوین، وای راکت میاد دوستان، 45 ثانیه، چقدر داره عجیب غریب پیش میره این بازی. عروس اوه مای گاد، اوه مای گاد، یه بتل فول استثنایی دیگه، یه بتل بی نظیر دیگه از 1.77 در برابر راگون که فوق‌العاده عمل کرد. محمد لاتو شکست داد راگون و حالا نفر چهار دنیا. واو واو بچه ها، اینو من داشتم بچه ها، کجاست؟ من تو دیروز اینو داشتم، کریزی هالکوت فرندیستم، ای الان نیست بچه ها. کریزی هالک، من برم یه پیام بدم بهش، الان برمیگردم. دوستان نفر پنج دنیای 77، من رفتم بهش پیام دادم، این لعنت به این شانس ها رفتم بهش پیام دادم تو بتل رفت، لعنت به این شانس بچه ها، بتل برد و 1.77 رفت رنگ چهار دنیا، تقریبا نکرد یعنی چهار بودا، نه تقریبا نشد بچه ها، همون چهار موند. 1.77 اگه بتل بره بازم در کنارش هستیم بچه ها. من بانا رو چند تا بتل تا همین بتلی که الان مشاهده میکنید که سه دنیا شده رو همه رو دارم براتون، بتلا رو با هم دیگه مشاهده بکنیم. فعلا بحث 1.77 تموم شد، الان وارد بحث بانا که رنک سه دنیا در حال حاضر است که تا همین بتلی که آخرین بتلش هم بود براتون گرفتم، ما آماده است اونو ببینیم و لذت رو ببریم. اون دیگه بچه ها یکی از خداترین گیم پلی های ممکنه، فقط ببینید و متوجه منظورم بشید. خب دوستان قبل از اینکه بریم بحث بانا رو با هم دیگه داشته باشیم، یه لحظه ما یه بتل خفن از آکازا ببینیم، رنگ 41 که دنیا دارنده، رنگ 41 که دنیا و با همون ترکیبی که تقریبا محمد لایت داشت بازی میکرد. او مای گاد دوستان به محمد لایت میخوره، او مای گاد امروز فقط داریم به محمد لایت میخوریم، باورم نمیشه، باورم نمیشه دوستان. محمد لایتی که همین چند دقیقه پیش نتونست از پس 1.77 بر بیاد و الان دوباره با آکازا خورده. چرا میگم دوباره؟ چون چند ساعت پیش داشتم گیم پلی آکازا رو با نگاه میکردم، میگم که یه بار به محمد لایت خورد، اون مچاپ رو آکازا در واقع تونست پیروز از میدون بیاد بیرون و اینجا میخوام ببینم که دوباره میتونه این کارو تکرار بکنه یا خیر. به هر حال امروز دیگه تا اینجای کارش شگفت انگیزترین، یکی از شگفت انگیزترین ویدیوهای ممکن بود که براتون گذاشتم و مطمئنم که خوشتون اومده. اونایی که تا اینجا هم همراه من بودن بچه، یه بخش ویدیو، یه بخش اعظم از ویدیو از بعد این بتل شروع میشه
بتل های بانا که رسیده به رنک 3 دنیا. البته اون موقعی که من اون ویدیو رو آماده کردم تقریبا 10 15 دقیقه هم هستش، رسیده به رنک 1 دنیا، الان رنک 3 دنیا. اون موقعی که آماده کردم چیز بانا رو، گیم پلی بانا رو، رنک 1 دنیا شده بود. یعنی ما امروز رنک 4 دنیا، یه نفت و دفت و 1 دنیا رو قراره با هم دیگه ببینیم. 4 رو که دیدیم، 1 هم قراره ببینیم. یه نفت و دفت فعلا آفلاین شده و ببینیم چی میشه دوستان. خب تا اینجای کار که فوق‌العاده عمل کرده آرکازا، سوتی نداده و چه دمیجی وارد کرد. وای دمیج سرویس محمد لایس. تاور سمت چپ خیلی خوب تونست دمیج وارد بکنه. تکنیک همیشگی لایس که مشاهده میکنیم. تستای بلوشن ماینر، اسکلت، تورنادو. ماینر دن سرویس خوب میتونه برسونه به تاور. بچه ها یه خورده داره تقریبا برعکس اون چیزی که ما از یه نفت و دفت و محمد لایت دیدیم تو بتل گذشته داره پیش میره، الان کاملا داره بازی به نفع لایت پیش میره. دمیجی که میخواد و وارد میکنه و البته آکازا هم داره چیپ دمیجا رو وارد میکنه. بچه همین الان از دمیجایی که وارد کرده به آکازا در واقع پیشتره، جلوتره. نایت بومبر لاگ تورنادو. اوه 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 بچه ها گیم پلی یا کازا رو، گیم پلی محمد لاش رو نگاه بکنید داره چی کار میکنه. تسلا وای چربید بچه ها، زورش چربید. قشنگ مشخصه دیگه زور آکازا، زور محمد لایت با آکازا فعلا چربیده و چه دمیجی وارد کرده، چه دمیجی وارد کرده دوستان. ببینیم چی میشه. یک دقیقه آخر بازی رسیدیم توی اوور تایم. نایت ایو تسلا. اوکی در واقع من میخواستم بانا رو توی یه ویدیو قرار بدم، یه ویدیو جداگونه و یه نوع آکازا رو هم توی یه ویدیو، ولی خب نمیدونم من تصمیم نگرفتم. اگه این بتل، اگه بعد این بتل بازم آکازا رو دیدیم، که یعنی من تصمیم دارم بانا رو توی ویدیوی دیگه، چون ویدیو کوتاهی نیست بچه ها، ویدیو بانا تقریبا 16 دقیقه است، فقط یه بتل دیگه میخواد تا مثلا بالای 20 دقیقه بشه. هنوز راجبش تصمیم نگرفتم، بعد این بتل خودتون میبینید تصمیمم چیه. و تمام آکازا تمام تلاشش رو کرد، دیدیم دیگه آخرین ثانیه های بازی هم داشت کارت ها رو مینداخت و 100% خودش رو میذاشت. یه بتل استثنایی دیگه از محمد لایت در برابر آکازا این دفعه که به اتمام رسید و باید ببینیم که مچاپ های بعدی چی میشه. خب دوستان فعلا بانا رو ول بکنید، الان بشستیم به آکازا دارنده رنگ که دنیا در برابر یه نفت و دفت ببینیم. در واقع منظور اینه که در کنار یه نفت و دفت او مای گاد به این پکابلیره خورده که داره بی نظیر عمل میکنیم چند وقت که تا رفتیم تو تموم شد. این پایین ماست بچه ها داره بی نظیر عمل میکنه. بچه ها منتظریم آکازا بره بتل ببینیم رنگش چند شد. 21 دنیا بچه ها، 21 دنیا آکازا در حال حاضر هست. من تصمیم دارم که بانا رو براتون فردا بذارم، میگم ویدیو کوتاهی نیستش بچه ها. بانا میخواستم میکس بکنم با هم، ولی خب هم ترکیب میشدم بد میشدم، دلچسب نمیشد بچه ها. مثلا نصف ویدیو یه نفر باشه، نصف ویدیو یه نفر دیگه نه. ما میخواییم امروز فقط از آکازا و یه نفت و دفت بتل ببینیم که بحث یه نفت و دفت تمام شد، الان وارد آکازا شدیم و امیدوارم که بتل های دیگر هم در واقع بره. 21 دنیا که این پلی بی نظیرش در برابر لایت فراموش نشدنی بود. منتظریم بچه ها، منتظریم بره بتل. خب دوستان بتل بعدی از آکازا ببینیم داره چیکار میکنه و همون ترکیب خودش داره بازی میکنه. ببینیم نتیجه این بازیش به اسموک خورده، به اسموکی که این چند وقت ما ازش گیم پلی کم ندیدیم، هم ین بهش زیاد میخوردیم چند وقت. اوه 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 او تسلا رو، تسلا رو اشمام. بچه آکازا هیچی کم نداره از
پلیری مثل محمد لایتی یا این 77 بی نظیر آکازا بچه ها بی نظیره. ما آکازا رو به الکترو جاینت میشناسیم هممون، خود من هم آکازا رو به الکترو جاینت میشناسم، ولی خب یادمون نره بچه ها قبل از اینکه الکترو جاینت رو باید انتخاب بکنه و بازی بکنه، پلیری بود که با اکسپو رنگ های خفنی زد. اکسپو آیسپو بود بچه ها ترکیبش. خب دوستان، آکازا رنگ 21 دنیا در ادامه این ویدیو خارق‌العاده اومایگاد داره لده رو ادامه میده در برابر پولاریس. آره پولاریس که تو کنان خیلی معروفی هست. این وو رو اگه بشناسی تو فرندیستا هم میدونی که این کنان چیه. لیدر کنان بالایی ووه و یکی از قدیمی ترین کلن های کلش رویال واقعا، در حد شاید اکسیندیکیت. و مشاهده میکنیم دوستان هر دو ترکیبا تا الان یکی بوده به جز پویزن و عروزش که کاملا متفاوت بوده. دوستان مرسی که تا اینجا همراه من بودید، لطفا لایک ویدیو رو همین الان بزنید اگه این کار انجام ندید تا الان، خیلی برای من با ارزشه. و کامنت هم راجع به ویدیوی امروز بذارید، نظرتون رو بدید، چقدر سطح بالا بود، چقدر خوب بود، چقدر ضعف داشت، حتی بهم بگید هر چی بود. و ببینیم چی میشه دوستان. 1:40 هر دو از دگر دچه دارن استفاده میکنن که آکازا خودشو کاملا جدا کرده. مشاهده میکنیم که چه دمیج خوبی تونسته وارد بکنه، تقریبا 800 تا بیشتر تونسته دمیج وارد بکنه. یه دونه نایت میزنه از رو پول و تسلایی که میاد و کارو تقریبا در میاره دیگه. لاگ اوکی، فقط 3 تا اکسیرش رو نابود کرد، هیچ کار خاصی نکرد بچه ها، فقط 3 تا از اکسیرش رو نابود کرد حریف. و بومبری که کلن میاد و عالی بچه ها، یعنی گیم پلی آکازا بی نظیره، یکی از جذابترین گیم پلی های کلش رویال رو میتونیم به آکازا اختصاص بدیم، گیم پلی بی نظیری که همیشه داشته. و اینجا کار تقریبا دیگه تاره دیگه، تمام. الان اگه بازی بکنه باید شک کرد به مغز این حریف بالاییه. نه باید بازی بکنه الان دیگه، کار تمومه بچه هم. امروز یه نفتاد هفت و گیم پلیش رو دیدیم و الان هم مشاهده میکنیم که آکازا خیلی راحت جلوی ترکیب میرور یا همون ترکیب یکسان تونسته عالی عمل بکنه. و جی جی اند ویل پلی، ببینیم رنکش چند شد، نگاه بندازیم رنکش 16 دنیا بچه ها با کاپ 3068. بچه ها بانا رو براتون فردا میذارم، یه فردا پس فردا تو همین کابش براتون آماده کردم. بی نظیره، فقط تو یک جمله میگم گیم پلی که فردا از بانا خواهید دید بی نظیره، بی نظیر. دیگه بیشتر از این تعریف نمی کنم تا هایپ بمونید، نمیگم به کیا خورده چون ویدیو رو قبلا آماده کردم، قبل اینکه ویدیو رو استارت بزنم اون ویدیوی بانا آماده شده است. و نمیدونم آکازا بره بتل یا نه، به نظرم برای امروز کافیه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لایک ویدیو رو فراموش نکنید دوستان. میبینیم پروفایل فوق العاده آکازا که 50 گرند چالش و 7 گلوبال تورنمنت 2018 2021 و 2022 2023 هم قطعا داره که اینجاست. بله فعلا دوستان تا ویدیوهای آینده.